یکی از موضوعات مورد بحث در روزهای اخیر افزایش صدور حکم اعدام هست، افزایش دستگیری ها هست، دستگیری های گسترده، ناپدید شدن حتی افراد زیادی گزارش شده، گزارش های تایید نشده و برخی از اون هم حتی تایید شده. بسیاری از اعدام ها گفته شدن قاچاقچی بودند یا اشرار بودند. شما چی فکر میکنید در این رابطه؟ چه تفسیری دارید از افزایش احکام اعدام و روند دستگیری ها؟ ببینید، یه دو چیز از هم باید جدا کرد. یکی از به طور طبیعی ما در سالیان گذشته، یعنی همین روالی که بوده، اعدام ها موج افزایشی و صعودی داشته، یعنی مرتب حکومت افراد بیشتری رو اعدام کرده و از این نظر ما بعد از چین دومین کشور رکورددار دنیا هستیم متاسفانه. یکی هم سوء استفاده است که حکومت داره فضای اخیر میکنه برای شتاب دادن به این اعدام ها، یا از اون طرف ما میبینیم که مثلا اخیرا برای 12 نفر در زاهدان حکم اعدام صادر شده، چون از اونجا که ما اطلاعاتی نداریم در مورد این پرونده، نمیدونیم واقعا این محکومیت ها چه مبنایی داشته، درست بوده یا نبوده، ولی چون این افراد دادگاه هاشون غیر علنی بوده، از مثلا موازین دادرسی عادلانه برخوردار نبودن، خب این صحت این احکام مورد سوال و خدشه جدی هستش. اما برمیگردم، به نظر من اعدام هم یک حربه و ابزاری در دست حکومت هست برای اعمال سیاست‌های امنیتی خودش. الان یک نگرانی وجود داره که همین زندانیان سیاسی کنونی، بخصوص اونهایی که افراد مشهوری نیستن، معروفی نیستن، وابسته به گروه‌های سیاسی نیستن، حکومت بخواد سوء استفاده بکنه برای زهر چشم گرفتن از جامعه و تثبیت همین دولت نامشروع احمدی نژاد، چند نفر از اونها رو اعدام بکنه. و همچنین با صحبتایی هست که برخی از همین کسانی که حالا تایید نشده، من قطعا 100% نمیدونم، به نام قاچاقچی و به نام به اصطلاح سوداگران مواد مخدر اعدام شده، اینها از همین معترضین عادی بودن که به این نام اونها رو اعدام کردن. ولی مجموعه اینها متاسفانه این هستش که حکومت از این مسئله به عنوان یک ابزاری برای بقای خودش، برای سیاست‌های امنیتی خودش، برای ترسوندن مردم در جامعه و ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده می‌کنه. و متأسفانه اگر نگاه ما جرم شناسی این قضیه رو بررسی بکنیم، همین افزایش اعدام‌ها نشون میده که واقعاً حکومت ناموفق بوده در کنترل نابهنجاری‌ها و ناهمنوایی‌ها در جامعه، که جرم و جنایت‌ها افزایش پیدا کرده و اونها به ادعای خودشون دارن اعدام می‌کنن. و من فکر می‌کنم حال از این منظر این یک شکست و ضعف هست، و از اون طرف هم اقدام حکومت اقدامی هست کاملا مغایر با حقوق بشر و موازین انسانی هست.